شورش عراق عرض کردن، بهش لقب شیطان رمادی رو دادن، برای سرش جایزه تعیین کردن، دو بار مورد اصابت گلوله قرار گرفت، 6 بارم مورد حمله قرار گرفت، یعنی جاشو گرفت. اصلا اینا ماشینایی دارن، یه ماشینایی دارن که بشقاب روشه میاد تو خیابون وای میسته، شروع میکنه چک کردن و سرچ کردن، جای تکثیر اندازه رو میگه. اصلاً ایرویس دارن که از نارنجک تفنگی فقط برای زدن تکثیر اندازه است، عملا بیشتر. این چیکار میکنه؟ این خدمت شما عرض کنه، وقتی شلیک میکنی میره، دقت کنید، وقتی شلیک میکنید میره، مثلا طرف تو پنجره، پشت پنجره قایمه، میره تو پنجره، توی هوا میتلیکه و ساچمه بخش میکنه. چطوری؟ با لیزر فاصله رو میسنجن، به این ثانیه شمار میدن، میگن اینقدر فاصله دیگه تو هوا چی؟ بترک. اینا رو ساختن برای مقابله با اسنایپرها. الان اسنایپرهایی داریم که اسنایپر زنن، یعنی اینا کارشون اینه برن یه جا بیستن و دقت کنن ببینن فلان کسا کجا قایم شده. فیلماش هست تو یوتیوب ها، تو همین سوریه هست، همین سوریه طرف مثلا این از یه سوراخ کوچیک داره شلیک میکنه، باز یه اسنایپر رو جای اونا رو فهمیده، دوربینش رو تنظیم میکنه، با دوربین فیلم برداری همون صحنه رو فیلم میگیرن، توی همون سوراخ رو میزنه، خون میپاشه. یعنی یک نبرد اصلا جدید و واقعا عجیب غریبه. عرضم اینه که این ساخته شدن یه فیلم با عنوان اسنایپر توی الان و تو جنگ الان توجیه اینطوری هم داره. به وضوح این آقای کایل تو مصاحبه‌ای که ازش صورت میگرفت، عراقی‌ها رو مشتی آدم وحشی، یک مش حیوان وحشی، وایلد انیمالز، حیوانای در واقع وحشی و بدون تمدن لقب میداد. خاک عراق رو میگفت این خاک نجسه و ما انسانه متمدن اومدیم با این وحوش داریم میجنگیم، یه همچین کسی رو ساخته. فیلم توی دو تا فضا ساخته میشه، یه فضا جنگ تو آمریکاست، یه فضا هم توی آمریکا، فضا جنگ تو عراقه، یه فضا تو آمریکا، که این با خانوادهش و اینو مرد خانواده نشون میده، از بچگیش نشون میده چطور بزرگ شده، پدرش چیا بهش میگفت، حالا این نکاتو میگم. خب قسمتایی که توی آمریکاست واقعا حوصله آدمو سر میبره، یعنی از این جهت این ضعف فیلمه که خدمت شما عرض بکنم، واقعا این ریتمش نمیخوره. درامایی که تو آمریکا ضبط شده مزخرفه، مثلا خستتون میکنی، دوست داری زودتر برگرده چی؟ اون نبردای در واقع عراقی، نبردای عراقش خیلی خوب ضبط شده، یعنی واقعا خیلی طبیعی و قشنگ، و بالاخره اون رنگ و لعابایی که هالیوود میده به فیلم ها طبیعیه، یه اونم اون میگذنه ازش گرفته شده. از ابتدای فیلم من تا انتهای فیلم، از اینکه 15 تا مورد رو جدا کردم، 10-15 تا مورد رو عرض میکنم و یه 3-4 جای فیلمم کات کردم در حد 30-40 ثانیه بهتون نشون میدم، بعد خودتون فیلمو ببینید و این نکاتی که عرض کردم مد نظرتون باشه، نه که القا کنم بهتون، خودتون ببینید این هست. از در اوایل فیلم شما میبینید که با پدرش در حال تیراندازیه و پدرش داره بهش آموزش میده و یه گوزن ظاهرا میزنه و نشون میده بچگی تیراندازیش خوب بوده و داره گذشته این آدم نشون، توی خانواده بزرگ شده که مسیحی مؤمنن. اصلا این توی فیلم به سکانس‌های مختلف به جنگ صلیبی اشاره میشه، این یه مسیحی معتقد دائم خدا خدا میکنه، توی خانواده معتقد مسیحی بار اومده، اون فرد تکثیرانداز که تو عراق و اصالتا سوریه، دقت کنید، اصالتا سوریه، اون هم قرآن رو میزشه. این جنگ اسلام و مسیحیت میخواد بگه. بعد برای این آقای کایل در عراق 180,000 دلار جایزه تعیین کردن، هر کیتون بکشش تکفیری ها زرقابی برش تعیین کرده و روی اون پلاکاردی، اون آفیشی که در واقع این جایزه اعلام شده، عکس یه صلیب هم کشیده شده، یعنی این صلیبی ها به ما حمله کردن. خب این گزارهای مختلفی که توی فیلم به شما القا، پدرش یه نکته خیلی کلیدی بهش میگه، سر سفره نشستن برمیگرده و نشون میده که یه جد داداشش داره دفاع میکنه، برادرش از خانواده دفاع میکنه، اینا رو عمدن آورده کلینت ایستوود، خواهد بگه مرد خانواده امریکاییه که امروز برای دفاع از خانوادهش باید بره تو عراق بجنگه، برای دفاع از خانوادهش باید بره تو عراق بجنگه، وگرنه خانوادهش تو آمریکا در خطره. برادرش تو مدرسه است، تو کجا داره میزنن، نه برادرش دفاع میکنه، میاد سر میز که میشینن باباش باش صحبت میکنه، میگه پسرم نه گوسفند باش که تو رو بدرن، نه گرگ باش که چی بدری، تو باید سگ گله باشی.
خب تو باید سگ گله باشی که از مظلوم دفاع کنی، از گرگم چی؟ قوی تری. این نگاه، این حرف خوبیه ها. ما خودمون تو سخنرانی هم خیلی میگیم، میگم نه اجازه بده کسی به زور بگه، نه به کسی زور بگو. هر جا کسی تعدی کرد به حقوقت محکم باید دفاع کن. اصلا حرف اسلامیه. سخنرانی داشته به عنوان یک انقلابی همچین چیزی توی همون جا میشه میگه ما نه گوسفندیم نه گرگیم و همین. این توی دیالوگ شده توی این فیلم و اینو میخواد بگه که این بله فیلم به شدت شرطی سازی میکنه نسبت به نمادهای اسلامی، به شدت، یعنی استادانه از اصول روانشناسی بهره میگیره. در قسمت‌های مختلف فیلم صدای الله اکبر میاد، اصلا شروع فیلم با صدای اذان، یعنی اصلا شرطی میکنه شما وارد اون جهنم عراق که میشید، واقعا اینجا عراق جهنم نشون میده، وارد جهنم عراق که میشید صدای اذان داره میاد. این اصلا استادانه این صدای اذان مبنا قرار گرفته، صهیونیستا اصلا گفتن این اذان رو بزنید چون نماد ایناست. توی فیلمایی که حتی ایرانیام دارن میسازن متاسفانه برای استفاده میکنن. اینش درد آوره. تو فیلم حتی حالا ایرانیای اونوری هم که ساختن مثل شرایط تو دو سه تا سکانس از صدای اذان استفاده میکنه، خیلی بد و جاهای خیلی بد. تو همین جدای نادر از سیمین هم توی دادگاه وقتی شهاب حسینی با سر کوبیده تو در رو شیکونده، میدونی که تو اصلش پشت صحنه فیلمو که نشون میده، پشت صحنه شو ببینید، شهاب حسینی سرش میشکنه، این سرش باد میکنه، یعنی خیلی دیگه تو جو کلاشو میکنه تو دیوار تو در، یعنی واقعا حق فیلمو ادا میکنه. میاد یه جا آب سرد کنه توی اون در دعوای دادگاه یهویی زمینه صدای اذان پخش میشه که شما رو بیزار میکنه از اذان. میگه شرطی سازی یعنی چه؟ یه چیز خوشت بیاد هرچی کنارش بیاد خوشت میاد، هر چیزی بدت بیاد هرچی کنارش بیاد چیه؟ بدت میاد. یه چیز واضحه. اون شرطی سازی مثبت یکی منفیه. خب دارین سگا دارن لاشه میخورن یه جایی. حالا من نمیدونم این فیلمو چه جوری برای شما آماده کردن، اون تو فیلم اینا هست. بعد سگا دارن لاشه میخورن صدای اذان. لاشه خوردن سگا که تیکه تیکه دارن میکنن صدای اذان. توهین به خاک عراق به صراحت شکل میگیره. طرف میگه این خاک این مملکت مدفوع سگه. همینجوری توهین به یک کشور، به سرزمین یک کشور به سادگی صورت میگیره. در مقابلش عین دیالوگا اشاره میشه که امریکا بهترین کشور دنیاست و از اینکه کشور بهتر در دنیا وجود نداره. شدیداً تحت تأثیر فیلم 11 سپتامبر و اصلا سکانسی داره، این آدم اصلا یه آدم معمولی تو امریکا، یوهایی انفجاری شکل میگیره و با خانومش نگاه میکنیم 11 سپتامبر داره نشون میده. توی فیلم توی تلویزیون 11 سپتامبر رو میبینه، یوهایی رنگ قیمت غیرتش میزنه بیره، هیچی هم بلد نیتا دیروزش. میره میگه من خوام بیام ارتش خدمت کنم. میره یک دوره آموزش نظامی پدرش رو داره. اون آموزش نظامی هم نشونده جز از همه بهتره. یعنی فکر نکن یه آدم از بیخ نظامی. بعد تو آموزش نظامی شون از همه بهتره. بعد اینجا داره اذیتش میکنه، ازش سوال میپرسه، میگه میخوای بری عراق چیکار؟ بعد میگه میخوایم بریم به زناشون تجاوز کنیم. یعنی عین دیالوگاست که تو عراق داره استفاده میشه. میگه از ما یکی از اهداف ما رفتن به عراق اینه که به زناشون چیکار کنیم؟ تجاوز جنسی کنیم. حالا من خیلی دارم این افعال رو دیگه مؤدبانه و پاستوریزش میکنم، میگن یعنی افعالی که اون استفاده میکنه. فیلم بسیار بده و رکیک. تو عادی دو تا رفیق خوشخوار مدل ف از دهن اینا نمیفته. زهر ما این کارا نمیشه. آره این جوریه. خب دائما مثلا همینجوری عادی رفیق داره به رفیق فوش میده، دو تا سرباز کنار هم دیگه خیلی، یعنی بدنه اصلا این به قول کلینچیس بود کابوی دیگه، متوجهید؟ خب هنوزم تحت تاثیر اون وسترنیزه اون دنیای وسترنیزه امریکایی و اصلا همین آقای کایل نشون میده که توی تگزاس دوست داره کابوی باشه. تقصیر ایناست می 11 سپتامبر درست میکنن. اینجا اسب رام میکنه، اونجا میره موجودات وحشی دیگه ای رو رام کنه. منتها میخواد بگه اینا رام شدنی بگید. نیستن فقط میشه کشت. اسب وحشی رو میشه رام کرد، اینا رو نمیشه رام کرد. اصلا اشاره میشه دیگه. میگه که فلوجه غرب وحشی جدید، فلوجه اینطور میگه تو فیلم، فلوجه غرب وحشی جدید در خاورمیانه قدیم. اصلا اشاره میکنه. از یه خانواده گفتم معتقد مسیحی، شبیه ایش جایی تو دیالوگاش هم هست که میگه اصلا اینجا شبیه داستانهای انجیله.
که ما اومدیم برای ضد مسیح به جنگ بودیم. اینم بهتون میگم آخر فیلمم، آخر صحبتام عرایزم هم توضیح بیشتری میدم عزیزان، که اصلا مسلمان ها در فیلم های جدید اینا مساوی زامبی ها و زامبی لند ما داریم. ببین ما زامبی ها سه واژه، یکی خود زامبی ها، یکی از کجا بلند میشن، دیگه کجا میرنه. مبدا مقصد کی؟ مبدا مقصد زامبی ها، مسلمان ها، مبدا کشورهای اسلامی، عراق، افغانستان، ایران، نه مقصد فلسطین و دنیای غرب خراب کنن. زامبیلندی مثل عراق یکی از زامبیلندای معروف اینا تو فیلم هاشونه. تو همین فیلم ورد وار زد اگر دیده باشید شما میبینید که دور اسرائیل چیکار کردن؟ دیوار کشتن که زامبیا حمله نکنن. خب الان دور اسرائیل چیکار کردن؟ دیوار کشتن که مسلمان حمله نکنن. دیوارهای حائلی که هست خیلی، یعنی اشارات خیلی مستقیمه. بعد حجاب به شدت بهش حمله میشه تو فیلم، به چادر به شدت به غایت حمله میشه تو این فیلم. اصلا وسیله تروریستی، یه سکانسی داره که این خانومه داره میاد بمب زیر دستش توی حجابش، میگه من نمیتونم ببینم، یعنی چون حجاب داره وسیله برای قایم کردن اسلحه است، اما چون دستش تکون نمیده لابد یه چیزی قایم. یه خانوم دیگه محجبه با گوشی زنگ میزنه، اصلا تو خونه که دیگه حجاب ندارن که مسلمونا، اینو نشون میده تو خونهش، زنه از پشت پنجره تو آمریکایی رو نگاه میکنه، پرده رو میزنه که از پشت پرده یواشکی تلفن زنگ میزنه به اون اسنایپر عراقی. تو فیلم دو تا دعوای، دو تا اسنایپره، یه اسنایپره که تو عراق اصالتا سوریه، اون آدم کشه به خاطر پول آدم میکشه، اونم یه زن و بچه داره، دقیقاً اینم زن و بچه داره، میخواد بگه این اصلا به زاد نجس و کثیفن. و اون میشه، میدونین اسنایپرها چه نقشی دارن دیگه؟ اسنایپرها میومدن تو پشت ما تو یه جای خوب قایم میشدن، سربازای آمریکایی که داشتن تفتیش میکردن کسی به اینا حمله نکنه. اونم دقیقاً این نقشو داره. معاون زرقاوی وقتی داره قتل و کشت و کشتار انجام میده تو عراق، این باید مراقب باشه کسی نتونه اونو بزنه. یعنی دقیقاً یه سیاه و سفید درست کرده و اون آدمم استایلش سیاهه. اصلا لباسایی که داره سیاهه. رنگای تیره عمدن گفته استفاده کنه. حجاب یعنی به معنی واقعی کلمش حمله میکنه. به زن مسلمان تو این فیلم حمله میشه. شما دقت کنید. یه جا نشون میده توی سکانس اصلا زنه که میاد بیرون بچه 6 7 ساله یا 7 8 ساله شو مثلا. به بچهش میگه این بمبو بگی ببر بزن با آمریکایی‌ها. این بچه وقتی میدوه خب اینو میزنن بچه رو. بچه کوچیکو. خود همین کایل میزنش. بعد وقتی به این تیر میزنه خود زنه با این، ببین بچهش افتاده، اون بمب هم افتاده اون طرف، بچه رو ول میکنه، میره بمب رو برمی‌داره دوباره پرت کنه. میخواد بگه اینا ذره ای عاطفه ندارن، بگه اینا اینه اسلام، یعنی این مسلمانه، اینا یه همچین وحوشی هستن. بله خانواده عرب که مشت نمونه خرواره تو فیلم نشون میده که قراره به این کمک کنن، میگن باید پول بدی. میخوان معاون این زرقاوی رو لو بدن، میگه به من پول بده تو لو بدن. بعد کیو بگه که دست دخترش فاطمه رو تو فیلم قطع کرده با دلر، دریل گذاشته زده دست رو قطع کرده. خب بعد با این که اون بعد با این آمریکایی همکاری کنید که میگه نه پول بده تو بهت همکاری کنه. یعنی اینقدر مسلمان‌ها رو آدمای عوضی و پول دوست، حتی اگه یه نفر بخواد بیاد نجاتشون هم بده بازم چی؟ دنبال متامع خودشن. آخرش هم بچه کوچیکه همون خانواده عربی که نشون میده مغزش رو دره میزنه معاون زرقاوی. یعنی صحنه‌های عجیبه. بعد اینو نشون میده تو آمریکا یارو داره باد چرخا رو تست میکنه، این درل هستش که لاستیکو باز میکنه پیچای لاست، اونو که نشون میده میزنه تو آمریکا، این مثلا حالش به هم میخوره. یعنی این قاتل بالفطره که تو این فیلم قهرمان ساختن ازش، توی آمریکا هم یادش میفته چه جنایتی سر عراقی ها شده، نگران. این اصلا رفته عراقی ها هم نجات بده. کیو نجات بده؟ کسی که از خود آمریکایی میگه بهم پول بده. ببین چه چیزی داره نشون. بعد خانواده که مثلا خودت تو همینجا یکی از این عراقی دعوتش رو میکنه بهشون شام میده، بعد میفهمن همینی که بهشون شام داده باز خودش آدم اون تکفیری هست، تو خونش اصله بده. هیچ عراقی خوبی تو این فیلم نیست، تمام شد. اصلا مسلمان خوب نداره تو این فیلم. اینا درست شد. کلینت ایستوود اصلا به طرز اصلا عجیب، یعنی آمدانی به اشتباهات نظامی آمریکا اشاره نمیکنه که با اینا اشتباهات هم داشتن، اصلا رفتن. فرض بکن اصلا نگاه آمریکایی‌ها نگاه کن، این همه نقد نمیشه شد علیه عملکرد آمریکا در عراق. خود آمریکایی گفتن برگردیم اشتباه کردیم. اوباما با فوش دادن به بوش رأی آورد.
با نقد عملکرد جنگ طلبانه بوش رأی آورد، دموکرات با این رأی آوردن. بعد یک جا شما نمیگه ما اشتباه کردیم. تمام تیراندازی این آدم اثر عصمت بوده. درسته درست بوده، یک جا هم اشتباه نکرد. خیلی با مرام فردین این فیلمه. این تکتیران اصلا رفیق سربازش، رفیق تکتیراندازش بهش میگه این سگا بذارن خونه رو بگردن. سگا سربازه پیاده نظام آمریکا رو میگه. اینا بالا پشتم باید اونا رو بپان دیگه، کسی اونا حمله نکنه. میگه این سگا برن بگردن. این میگه نه، اسلحه‌شو میذاره میره خودش جلو. هر لحظه تله انتحاری نمیدونم چی چی ممکن جونشو تهدید کنه. خیلی با مرام تو فیلم. بله. همسرش ازش میخواد، 4 بار میاد آمریکا دوباره میره. هی میگه سفر 4م، سفر اول، سفر دوم، سفر سوم و سفر 4. می هر دفعه میاد آمریکا یکی از بچه‌هاش هم جوری به دنیا میاد. عرض کردم این مرد خانواده است. خب زنش بهش میگه طلاق میگیرم ازت دوباره بری. نمیتونه. برای وطنش. حتی یه جای شعاری هم حرف میزنه میگه خدا، امریکا، خانواده. من میگه اما من آمریکا رو باید برم ازش دفاع بکنم. من بعد اینجوری میگه، میگه بابا اونا هم خانواده های دیگه هم دارن. اگه من نرم میان اینجا از تو مثلا توی خونه ها و کوچه خیابون هم باید بجنگیم با اینا. بله. حتی گفتم یه تهدید طلاق هم میشه. حالا من یه تیکاشم روی فیلم توضیح میدم و سریعتر یه 5 دقیقه دیگه جمع بکنم عرایزم رو. اشارات یه جزئی به شیعیان هم داره. حالا عراقی‌ها رو کلا مسلمان جش به شهرک شهید صدر اشاره میکنه. یه اشاره ضمنی هم به در واقع شیعیان میکنه. فروش فیلم خیلی خوب بود. خیلی خوب. و این نشون میده که آمریکایی‌ها خیلی دوست دارن یه نفر از خودشون منجی باشه بره روی پرده سینما. خیلی تمایل داره. اصلا فیلمی نبود که اینقدر قشنگ باشه بخواد مثلا اینطوری فروش داشته باشه. یه جوری اصلا تو این آمارهای فروش اولیه رکورد تاریخ آمریکا شکست. خب این نکته ای. سکانس‌های آخر فیلم که بعد از کشته شدن میدونی که این شخص، این یعنی شخصیت واقعیش به طرز مرموزی به توسط یکی از سربازای آمریکا تو خود آمریکا کشته میشه. و هیچ وقت معلوم نشد برای چی. انتقام گیری شخصی بوده از زمانی که تو آمریکا بودن، توی عراق بودن، چیه معلومی. کشته میشه بعد تشییع جنازه که برای این میگیرن و مردم آمریکا میریزن تو خیابون وقتی تابوت اینو دارن میارن پرچم تکون میدن. اون آخرش ظاهرا اگر این کلک ملکای هالیوودی نباشه واقعیه. یعنی فیلمای واقعی رو میکس کرده چسبونده کنار اون. و مسلمان ها هم طبق معمول عرض کردم دیگه، اینجا میشن زامبی لند و مسلمان ها هم که طبعا زامبی هن، زامبی نشون میده. من این بخشای از فیلم رو برای شما بزرگواران پخش میکنم چون توضیح دادم. و بقیه فیلم ها شما کوتاه اینا 3-4 قسمته. یکی از فیلم هایی که عرض کردم مسلمان هستن وحشی و آدم خورن، فیلم با عنوان اسامبی که ترکیبی از اسامه و زامبیه. نشون میده این زامبیا حسام بن لادن جنازه‌ش میخوان برن بیارن تو دریا، زنده میشه، جنازه زنده میشه، بازگشت مردگان تو آخر الزمان. میدونه دیگه با عنوان رجعت که ما داریم شده بیس اصلی ساخت زامبیا. عزیزم دارم بی ربط و با ربط ربطش میدم به عدد 12 و 12 ما. اصلا روز 12 اکتبر رو روز جهانی زامبیا اعلام کردن. میرن خبر نمیدونم از کجا میرن. نه همین مردم هم قبول کردن اینا. من فیلم هم که نشون میدم تیکیشو ببینید اینا. مردم هم قبول کردن که آره اینا زامبیا واقعی هن. یه خانم دانشمند شیمی عطری درست کرد که اگه به خودتون بزنید زامبیا شما رو تشخیص نمید. جدی عطر رو کنم اینا جوک نیست براتون میگم. اون نقد فیلم ورد وارزت بنده رو ببینید. اینجا مفصل صحبت کردم. تو نقد فیلم 2012 گفتم یه عده با پرچم‌های سیاه میان تو عراق شروع میکنن سر بریدن. عرض کردم اونجا سوریه میریزه به هم دیگه. مصر رو اسم بردم، روسیه، لیبی رو اسم بردم، دونه دونه کشورهایی که اسم بردم ریخ به هم جز الجزایر که بنده اسم بردم و نریخ به هم. این ماجرای بن لادن. بعد حالا گوش کن، بن لادن زنده میشه برمیگرده میره افغانستان، رفیقاش هم زنده میکنه. بعد زامبیا میگن الله اکبر آدم میخورن. الله اکبر میگن ها. You're not looking so good. Bravo, you all right? Bravo, what's going on? You okay? What's going on back there? Stand down, stand down, soldier!
اسامه و زامی تریلرش بود دیگه. اسامه و زامی میشه اسامبی. خیلی تا حالا 300 تا فیلم با موضوع زامبیا ساخته. 300 تا فیلم. که دوستاتون پرسیده نقد این فیلمای که علیه اسلامه موجب اشای فحشا نمیشه؟ نه نمیشه. موجب اشای فهم میشه. خب حالا یه تیکه های فیلم هم گافه خیلی بدجوری فیلم داره، یکی شما برای شما نشون میدم چون جایشی هم میشد نشون بدم دیگه براتون کات کردم. بچه رو گرفته اومده یه این سفر رو بچه عروسکه، مثلا خیلی واضح عروسکه، مخصوصا وقتی این از بغل مادر زنه میگیره. مثلا عروسک های تازه آمده تو ایران هم هم کنیم شست کاراکتر رو نگاه کنیم. گبسی they can't wait. دست بچه همین چیزی تکون میده رو برمیگرده. If you think this war isn't changing you, you're wrong. You can only circle the flame so long. تبلیغات لادن طلایی توی ایران فهمیدن که مثلا میتونی بچه واقعی بده دست طرف، خب اینجا عروسک بده دست. حتی نمیدونیم شاید اینا معذوریت هایی دارن، نمیدونیم. خب این سکانس رو مثلا شما ببینید. Hold on, I got a woman and a kid 200 yards out moving towards the convoy. این لهجه این لهجه تگزاسی است، کابوی است. اصلا ازش خواسته شد با همین لهجه هم صحبت بکنه. Her arms aren't swinging, she's carrying something. داره توضیح میده این زنه داره میاد اما دستاش تکون نمیخوره، حتما یه چیزی زیر چادرش قایم داره. He's got a grenade. He's got RKG, Russian grenades. It's saying to the kid. You got eyes on this? Can you confirm? Negative. You know the ROV. Your call. Man, they fry you if you're wrong. As soon as your ass Leavenworth. موفق هم شد پرت کنم، میخواست بگه اگه نمیزد چی بهتر پرت میکرد و میخورد و به قولی سربازه آمریکایی بدبخت میشد. اینجا نگاه بکنید. دقت کردید؟ خب خانم چادری بهش خبر داد باز دوباره تو خونه چادریه. بعد این جایی که گوشی و برداشت کنارش قرآن بود روی میز. اونا خیلی به این چیزا دقت میکنن. این همون فردی که به خاطر جایزه میخواد آدم بکشه، اسنایپر سوریه‌ای که تو عراق زندگی میکنه.
اون چیزی که عروش برداشت روی میزی شکل سجاده بود، دقت کردی؟ این اون جایزه 180,000 دلاریه که برای شعب العراقی، برای مردم عراق گفتن که هرکی اینو بکشه، یعنی کایلو بکشه، اسکات کایلو بکشه، بهش جایزه میده. این هم پول داره میده و شما میبینید پشتش پرچم آمریکاست و یه صلیب روش. خب این قسمت هم ببینید که آدم میخواد بگید بچه کش نیست، سعی میکنه مثلا بچه ها نکش. در حالی که عرض کردم شخصیت واقعی این آدم برای اینکه رکوردشو بره بالا، شما دیدید پلیسشون چیکار میکنه؟ میگه طرف دستشو که تو جیبش سیاه‌پوسته زد، شاید تفنگ باشه. چجوری دارن سیاه‌پوست داره میکشن؟ بعد فکر کردم تو عراق اینا مثلا انسانیت حالشون میشه. ذهنی خیلی تند ضربان قلب داره میاد. خب دیگه بچه های اینا هم همینه، فهمیدی؟ بچه های اینا هم همینه، اینا نسلا در نسل باید. و ما هم اول فیلم اینجوری میگه، میگه ما هم باید نسلا در نسل یاد بدیم. باباش تو اول فیلم داره به این یاد میده، اینم تو یکی از سکانساش به بچهش داره یاد میده، میگه برای مقابله با اینا باید نسلا در نسل آماده باشه. میگه برش ندار بریم. واکنش اینو نگاه بکنید، حالا که مثلا بچه رو نکشته یعنی فشار عصبی به شما ده. و یه جای اینجا هم نگاه کنید، باز آمریکایی‌ها دارن این تکتیر اندازی که تو عراق میخواد اینا رو بکشه، باز بهش خبر میرسه میخواد بیاد برای کشتن آمریکایی‌ها. و این جالبه، ببین اصلا از تو مسلمان خیلی بیرون نمیاد. این بابایی که الان داره آدم میکشه عراقیه، خب تو عراق یعنی سوریه ای که تو عراق، این قهرمان المپیک ایناست، میخواد بگه ورزشکاراشون هم همینه، اصلا از اینا خیلی بیرون نمیاد، زن بچه‌شون ورزشکارشون غیر ورزشکارشون همشون هم. این فرده که میلی با لباس سیاه دیده میشه. خب اینجا قهرمانی المپیکشو نشون میده، کی پشتشه؟ ایران. و باز این پرچم اینجا قرمز داره سبز سفید سیاه، فکر کنم پرچم فلسطینه، چکی بکنید. خب پرچم ایرانه که درش چکی نیست، خیلی قشنگ ایران هم گذاشته توی توی عکسشون، یعنی یه زومی میکنه رو عکس، این تصویر ذهنی حک میشه تو ذهن شما، بهتون بگم تصویر تو ذهن شما حک میشه. و خیلی جالبه، میگه ایران پشت همین ماجرا هست. خب اون چیزی که به قولی من میتونستم از این فیلم مختصر بگم، حالا خودتون اصل فیلم، یکی از سوالام که پرسیدن و من اینم جواب بدم، راجع به فیلمی پرسیدن که نظرم در مورد این فیلم چیه، این فیلمو ندیدم. بعد همین هالیوود فیلم بین ستاره‌ای رو ساخته که کاملا وجهه علمی داره یا وجه علمی داره ساخته است. به نظر شما اینکه هالیوود رو صرفا وسیله برای اهداف شما می‌کنیم درست هست؟ ببینید اگر شما کلا فکر می‌کنید یه چیزی مثلا ما داره 100% حرف می‌زنه، باید صحیح نیست. طبعا اینترتینمنت هم وجود داره، تفریح سرگرمی، فیلم طنز برای خندیدن، برای فروش، برای گیشه اینا هست، اما اصل بدنه هالیوود برای اهداف صهیونیست دانش اسمش روشه بابا. اون بنده خدای مارلین براندو یارش گفتن نظر در هالیوود چی؟ گفت هالیوود آونت ان رام بای د جوز، گفتم این مال آونت، مال خودشونه
و توسط جوز یهودی اداره میشه. تا اینو گفت آوردم یه کاریش کردم به غلط کردن افتاد اومد گریه کرد توی تلویزیون بزنیم و گفت آقا من اشتباه کردم. بعد خواخام شهر لس آنجلس رو نشونه تو برنامه تلویزیون که آقا به خاطر رحمت و رأفتی که در دین ما هست او رو ببخشیدش. مارلون براندو رو اینجوریش کردم. یه حقیقت کسی شک نداره که هالیوود انقدر یک جاهای خطرناکه. خیلی جالبتون عرض کنم فرانسوی ها نسبت به پخش فیلم های هالیوودی در کشورشون اندازه تنگ کردن. یعنی وزارت فرهنگشون اونام فرانسوی ها تعیین کرده که این میزان ساعت از تلویزیون فرانسه شبکه فرانسوی حق در مجموع در کل سال مثلا چقدر، مثلا 1000 ساعت نمیدونم چقدر به چک کنی، خب بیشتر حق ندارد فیلم های امریکایی پخش کنه چون فرهنگ فرانسه در خطر است. غربیه نگران فرهنگش از خطر هالیوود. سالها سر همین بحث شد چرا اسمش هالیوود دیگه. هالیوود یعنی چوب درخت راش. یه الی منور کنیم میشه هالیوود عصای موسی دیگه. از این واضح‌تر اسم بذاره بدبخت روی هالیوود به قولی روی این شرکت بزرگ جهانی فیلمسازی. یارو به تبع هالیوود اسم خودشه بالیوود. اثر گذاری فرهنگی داره. ما هم هالیوود. خب فیلمو میبینیم. من از این در خدمت شما بزرگواران بودم. خیلی خوشحالم، امیدوارم که موفق و مؤید و پیروز و سربلند باشید. چه دعایی بکنم بهتر از اینکه خدا پنجره باز اتاقت باشه؟ به خدا بسپارم.